خدمت همه دوستان عزیزم، با بخش سوم از فصل ترکیبیات در خدمتتون هستم. توی این قسمت قراره که سوالای کتاب کوزار رو با هم حل بکنیم و ادامه درسنامه این بخش رو با هم دیگه مرور بکنیم. لطفاً مثل همیشه قلم و کاغذ دم دستتون باشه، حتما سوالا و نکات مهم رو یادداشت کنید، روی سوالات خوب فکر بکنید بعد اینکه نکته مربوط به اون سوال بهتون میگم، تا بتونه که توی ذهنتون روش حل سوالا و مدل سوالای متفاوت تثبیت بشه. قبل از هر چیزی بریم سراغ سوالات جا افتاده یا کتاب پوزا که دفعه پیش توی ویدیو وقت نشد حل بکنیم راجع به سوالای ترکیب و جایگشت و ترتیب. برای همین بهتره که یه مروری بکنید نسبت به نکات دفعه قبل. اگه یادداشتی برداشتید حتما نگاه بندازید که سوالا رو بتونید راحت‌تر حل بکنید. توی سوال اول میگه که 9 نفر داریم توی مسابقه شرکت کردن، 2 نفر اول به چند طریق متفاوت میتونن انتخاب بشن. مثلا اینکه 2 نفر اول انتخاب بشن، قراره که 2 تا جایگاه داشته باشن، جایگاه اول و جایگاه دوم. توی جایگاه اول که میشه نفر اول، 9 نفر میتونن توی این جایگاه قرار بگیرن و توی جایگاه دوم 8 نفر میتونن قرار بگیرن، چون یه نفر نفر اول شده و نفر بعدی نفر دوم میشه، جواب میشه 72. توی سال بعدی میگه 5 تا کتاب متفاوت رو به چند طریق حالت متفاوت میتونیم کنار هم دیگه بچینیم. گفتیم یادتون باشه n تا شی رو به n فاکتوریال حالت میتونیم کنار هم دیگه بچینیم، چون 5 تا کتابه به عنوان 5 تا شی میشناسیمش، جواب میشه 5 فاکتوریال. سوال بعدی میگه 6 تا تیشرت متفاوت که توی یه ویترینه به چند طریق حالت متفاوت میتونن کنار هم دیگه قرار بگیرن. دقیقاً این سوال قبلی گفتیم n تا شی n فاکتوریال جایگشت داره، اینجا 6 تا شی داریم به 6 فاکتوریال حالت میتونیم کنار هم دیگه بچینیم. توی سوال بعدی میگه که 3 تا کتاب ریاضی متفاوت. به این متفاوته دقت کنین، منظورش از متفاوت یعنی متمایز اینها رو در نظر میگیریم. 3 تا کتاب ریاضی متمایز، 4 تا کتاب فیزیک متمایز و 2 تا کتاب شیمی متمایز رو میخوایم به صورت مستقیم توی یه قفسه بچینیم. به صورت پشت سر هم توی یه قفسه بچینیم. توی حالت اول میگه هیچ شرطی نداشته باشه. خب تعداد کل کتابا رو میشماریم. 3 و 4 و 2 میشه 9 تا کتاب داریم. 9 تا کتاب میشه 9 تا شی. 9 تا شی رو به 9 فاکتوریال حالت میتونیم بچینیم. میگه کتاب های یک شکل کنار هم دیگه قرار بگیره. 3 تا کتاب ریاضی دارم، اینا رو بغل هم میچینم، یه بسته در نظر میگیرم، از روش بسته دارم استفاده میکنم. بعد از اون 4 تا کتاب فیزیک رو توی بسته در نظر میگیرم و بعد از اون 2 تا کتاب شیمی رو توی بسته در نظر میگیرم. قانون این بود که اول بدون توجه به تعداد کتابامون، تعداد جایگشتای بسته هامون رو بچینیم. 3 تا بسته دارم به 3 فاکتوریال، انتاشه این فاکتوریال بود. حالا میرم جایگشت های توی بسته ها رو هم اضافه میکنم. کتاب های ریاضی به 3 فاکتوریال حالت، کتاب های فیزیک 4 تا کتاب هم به 4 فاکتوریال حالت و کتاب های شیمی هم به 2 فاکتوریال حالت قرار میگیره. چرا از اصل ضرب استفاده کردیم؟ یه وای پنهانی بینشون قرار داره دیگه. میخوایم کتاب های فیزیک و کتاب های ریاضی و کتاب های شیمی کنار هم دیگه قرار بگیرن. و دقیقاً وقتی و میومد وارد داستان میشد، میگفتیم داریم از اصل ضرب استفاده میکنیم. تو قسمت بعدی میگه که فقط کتابهای فیزیک بغل هم دیگه باشن. 4 تا کتاب فیزیک رو توی بسته کنار هم دیگه قرار میدم، به هم متصلش میکنم. 5 تا کتاب دیگه باقی میمونه، 3 تا کتاب ریاضی و 2 تا کتاب شیمی. اول از همه بسته رو گفتیم یه شی در نظر میگیریم، تعداد شیهایی که باید جایگشتش حساب کنیم رو میشماریم. 6 تا شی داریم، 6 تا شی 6 فاکتوریال، n تا شی n فاکتوریال بود، پس 6 تا 6 فاکتوریال. حالا میریم سراغ داخل خود بسته که 4 تا کتابه و به 4 فاکتوریال طریق توی خود اون بسته هم اینا میتونن جا به جا بشن با هم دیگه. میگه ابتدا و انتها کتاب کیمیا یا همون شیمی باشه. ابتدا رو شیمی در نظر میگیرم، انتها رو هم شیمی در نظر میگیرم، این وسط هم هیچ تفاوتی نمیکنه. تعداد این وسط 7 تا کتابه، 7 کتاب وسطیه و 7 فاکتوریال طریق میتونن چیده بشن. 2 تا کتاب شیمی هم به دو حالته، مثلا اگه کتاب شیمی 1 باشه کتاب شیمی 2، یا میتونه جای اینها هم عوض بشه، شیمی 1 بیاد اینجا قرار بگیره یا شیمی 2. پس یه ضرب داره، 2 هم اینجا باید قرار بگیره. میگه ابتدا و انتها کتاب ریاضی باشه. پس ابتدا رو یه کتاب ریاضی قرار میدم، انتها رو یه کتاب ریاضی قرار میدم و این وسط قراره که 7 کتاب قرار بگیره. واسه قرار گرفتن 7 کتاب این وسط، اول از همه میریم تکلیف کتابای ریاضیمون رو معلوم میکنیم. توی کتاب ریاضی اول واسه 3 تا انتخاب دارم و کتاب ریاضی دوم یه دونش انتخاب شده، 2 تا باقی میمونه. پس 3 ضرب در 2 اینجا به وجود میاد. 7 تا کتابم به 7 فاکتوریال طریق حالت
میتونیم جایگشتاش رو داشته باشیم. n تاف شی n فاکتوریال، 7 کتاب، 7 فاکتوریال جواب میشه 3 در 2 در 7 فاکتوریال. تو سوال بعدی میگه هر کدوم از دو تا کتاب فیزیک کنار هم دیگه قرار نگیره. واسه قرار نگرفتن کتابای فیزیک کنار هم دیگه اول میاد همه کتابا به جز فیزیک رو جایگشتاش رو حساب میکنیم، یعنی 5 تا کتاب میمونه به جز 4 تا کتاب فیزیک. 4 تا کتاب غیر فیزیکی داریم و 4 تا کتاب مرتبط به فیزیک داریم. 5 تا کتابا رو میام میچینم، این 5 تا کتاب هم باشه حالا فرق نمیکنه به هر طریقی که میخواد باشه، کتابای فیزیک باید بیان این بین حتما قرار بگیرن. پس اول از همه جایگشته 5 تا کتابم که 5 فاکتوریال رو میچینم، توی قسمت بعدی باید از این کتاب ها، از این فواصل بین کتاب ها 6 تاش که هست 4 تاش انتخاب بکنم، میشه انتخاب 4 از 6. یادتونه بهتون میگفتیم بحث انتخاب که بود میخواستیم از یک n تا شی مشخص r تاش رو انتخاب بکنیم با این نماد نشون میدادیم، تو ویدیو قسمت گذشته کامل راجعش صحبت کردم، میشه انتخاب 4 از 6. حالا این 4 از 6 تا رو باید به 4 فاکتوریال حالت هم بچینم، یعنی 4 تا کتابی که مونده جاهاش انتخاب شده ولی جایگشتای متفاوت نسبت به اون جاها باید حتما حساب بکنم، که این قسمت میشه ضرب 360 دقیقاً جواب سوال در میاد. توی قسمت بعدی داریم راجع به یک پدر و مادر و 4 تا بچه صحبت میکنیم که قراره دور یک میز دایره شکل بشینن. این تا شی به دور یک میز دایره شکل به n منهای 1 فاکتوریال حالت چیده میشد. توی قسمت بعدی میگه پدر و مادر بغل هم دیگه باشن. خب میام پدر و مادر رو، اینجا هم 4 تا بچه دور یک میزن، پدر و مادر رو یک شی در نظر میگیرم. اول از همه 5 تا شی دارم، 5 تا آدم دارم، 5 تا آدم رو میتونم به 5 منهای 1 فاکتوریال یعنی 4 فاکتوریال بچینم. حالا توی خود این بسته که در نظر گرفتیم مادر و پدرم میتونن جابجا بشن با هم دیگه، یا تعداد جایگشتای دو تایشون هم باید حساب بکنیم که 2 فاکتوریال خواهد بود، 4 فاکتوریال در 2 فاکتوریال. توی قسمت بعدی میاد میگه که اگر پدر و مادر کنار هم دیگه قرار نگیرن، یه معادله ساده میتونم بنویسم، بگم تعداد کل حالات رو اگر در نظر بگیرم از این دو حالت خارجه، حالتی که پدر و مادر در کنار همدیگر هستند و حالت دوم حالتیه که پدر و مادر در کنار همدیگر نیستن. تعداد کل حالات رو توی قسمت اول حساب کردیم، گفتیم 5 فاکتوریال. تعداد حالتی که پدر و مادر هم در کنار همدیگر حساب کردیم که 4 فاکتوریال در 2 فاکتوریال. پس پدر مادر در کنار هم دیگه نیستن، از تفاضل این دوتا میشه به دست بیاد، در واقع این رو میبرم سمت چپ معادلم، تبدیل به تفاضل میشه و تعداد حالتایی که سوال خواسته از ما به دست میاد. دقت کنید اگر n تا شی رو بخوایم به دور یک حلقه بچینیم، تعداد حالتاش میشه n منهای 1 فاکتوریال تقسیم بر 2. فرقش با دایره اینه که چون توی فضا قرار داره میشه به صورت 360 درجه چرخوندش توی فضا و حالتش نسبت به حالت اول در واقع یه حالت رو دو بار داریم میایم میشماریم، به همین خاطر باید تقسیم بر 2 بشه. 7 تا شی به دور یه حلقه اگه بخوایم بچینیم میشه 7 هست 7 منهای 1 فاکتوریال تقسیم بر 2 که میشه همون 6 فاکتوریال به روی 2. توی سال بعدی جایگشته با تکرار رو داریم که کلی مسئله راجع بهش حل کردیم و این مسئله خوبی که ساده ترین مدل مسئله است، ماده یه کلمه به اسم کلبک داده که بیام اگه دقت بکنیم 3 تا حرف ای داریم توی کلبک، 2 تا حرف که داریم و بقیه حروف ل و ب باقی میمونه. کل اینا رو میایم میچینیم بدون توجه به اینکه تکرار داره، 7 تا حرف داریم 7 فاکتوریال. تعداد تکرارهای کا بیام جایگشته کا رو حساب میکنیم تقسیم میکنیم 2 فاکتوریال و بعد از اون میایم جایگشته ای رو تقسیم میکنیم که میشه 3 فاکتوریال. توی قسمت بعدی داریم راجع به یک عدد 6 رقمی صحبت میکنیم که 3 تا 2 داره، 2 تا 3 داره و 1 4 داره. 3 تا 2، 2 تا 3 و 1 4 رو میخوایم طوری بچینیم که یک عدد 6 رقمی بهمون بده. یعنی میچینیم همشو 6 فاکتوریال. 3 تا 2 3 فاکتوریال تقسیم میشه و بعد از اون 2 تا 3 داریم که میشه 2 فاکتوریال. یعنی این میشه تکرارهای 2 و 2 فاکتوریال هم میشه تکرارهای 3. توی سوال بعدی اومده گفته که با 2 تا رقم 5، 2 تا رقم 0 و 2 تا رقم 1 چند تا عدد 7 رقمی میتونیم بچینیم. دقت بکنید ما نمیتونیم توی خونه اول عدد 0 رو قرار بدیم. پس اول میام خونه هایی که عدد 0 میتونن قرار بگیرن رو مشخص میکنم. 7 تا خونه دارم که تو خونه اولمون نمیتونه قرار بگیره، چون اگه قرار بگیره عددمون تبدیل به یه عدد 6 رقمی میشه و سوال گفته که حتما عدد باید
هفت رقمی باشه، 6 تا خونه میمونه، از این 6 تا خونه قراره دو تاشو انتخاب بکنم، پس میشه انتخاب 2 از 6 ضرب داره. بعد از اون میام خونه هایی که عدد 1 قرار بگیره رو انتخاب میکنم، میشه انتخاب 2 تا خونه از 7 تا خونه رفت، 5 تاش مون که 3 تاش باید مال 1 باشه، میشه انتخاب 3 از 5. و در نهایت 2 تا خونه میمونه که از اون 2 تا خونه هم باید 2 تا خونه واسه 5 انتخاب کنم، میشه انتخاب 2 از 2. 2 از 6 میشه 6 ضرب در 5 تقسیم بر 2 یعنی 15. 3 از 5 میشه 5 ضرب در 4 تقسیم بر 2 باز که میشه 10. و 2 از 2 هم که برابر 1 خواهد بود، جواب در میاد 105. قبل از اینکه سوال 4 رو حل بکنیم، راجع به یک مدل از سوالایی که راجع به سوال مسیر هستش راجعش باش صحبت کنیم. یه از آ به ب به چند حالت میتونیم بریم در کوتاه‌ترین مسیر. وقتی داره در مورد کوتاه‌ترین مسیر صحبت میکنه، غیر مستقیم داره میگه که فقط میتونه به سمت راست و پایین بره و حق برگشت نداره. یعنی کوتاه‌ترین مسیر یا فقط به سمت راست یا پایین بره هم عرض هم دیگه هستن. دو تا راه داریم واسه حل کردنش، تو مسائل متفاوت از راه متفاوت استفاده میکنیم. راه اول از طریق شمارشه، میگم از خونه آ شروع میکنم به حرکت کردن، به سمت راست از یک طریق میتونه بره و به سمت پایین از یک طریق. حالا هر نقطه ای از جمع نقاط متصل بهش تشکیل میشه، یعنی خونه بعدی دو تا، خونه بعدی باز میشه یکی. اینجا تا ابد همشون به یک طریق میاد، فقط از این طریق ارتباط داره، اینم به همین صورت از این طریق یکی یکی، اینم تا انتها یکه. حالا تو بین نقطه هم میتونه از اینکه یه طریق راه داره، هم از اینکه دو تا طریق راه داره برسه، میشه 3 تا. تو نقطه پایینی هم به همین صورت 1 و 3 میشه 4 تا. تو ستون بعدی جمع 2 و 1 میشه 3 تا، باز جمع 3 و 3 واسه نقطه بعدی میشه 6 تا. واسه نقطه بعدی میشه جمع 6 و 4 که میشه 10 تا. به همین صورت اینجا میشه 4 10 20 5 5 و 10 15 15 و 20 35 5 و 1 6 6 و 5 21 و 21 و 35 مقدارش میشه 50 و 6. پس میشه به 56 طریق از آ به ب رفت. برای راه حل دوم توجه کنید یه مسیر دلخواه در نظر بگیرم. فرض کنید مسیر دلخواهی که در نظر میگیرم به این صورت داره میره. توی مسیر دلخواه 5 بار میرم به سمت راست، هر سمت راست رو با آ نشون میدم و 3 بار باید بیام به سمت پایین. پس میگه 5 تا آر و 3 تا پایین. به تعداد جایگشتای حروف متفاوت از با این حروف من میتونم بگم که یک مسیر دارم. مثلا بر فرض مثال یه جایگشت دیگه در نظر بگیرم، 3 تا بی اول بذارم و 4 تا آر رو بیام، 5 تا آر رو بیام آخر سر قرار بدم، این نمود مسیرش توی بالا یعنی به این صورت، اول از همه بیاد پایین و بعد 5 تا بره راست. تو هر مسیری خلاصه از آ به ب بخوام بریم و کوتاه‌ترین مسیر ممکن باشه، باید 5 تا به سمت راست برم و 3 تا حتما بیام پایین. تعداد جایگشت با این حروف میشه 8 فاکتوریل تقسیم بر 5 فاکتوریل ضرب در 3 فاکتوریل. 8 فاکتوریل با 5 فاکتوریل ساده میشه، میشه 8 و 7 و 6 و در نهایت 3 فاکتوریل هم که گفتیم باید 6 باشه، 6 با هم دیگه ساده میشه و 8 ضرب در 7 میشه 56. به این دو طریق میتونیم حساب بکنیم. تو سوال بعدی میاد میگه که از آ به ب بره به شرط اینکه از نقطه C حتما بگذره. توی راه اولم مسئله رو میام به دو قسمت تقسیم میکنم. یکی اینه که برای حل این سوال، سوال باید بیام به دو قسمت تقسیم کنم. یه بار از آ به C باید بره و قسمت دوم اینه که از C به B باید بره. و این دو حالت باید اتفاق بیفته. چون دیگه گفتم و پس باید این حالت‌ها رو تو همدیگه ضرب بکنم. حالا تعداد این حالت‌ها رو به دو طریق مختلف میتونم حساب بکنم. اول از همه با حالت شمارش، اینجا یک میشه، یک میشه از آ به C فقط باید بریم. 1 و 1 2، 1 دوباره 1 و 2 3، 1 و 1 واسه 4 خواهد شد. حالا از C به B اگه بخواد بره دوباره یک مسیر مسئله جدا میشه. جو دوباره همه رو 1 قرار میدم، 1 قرار میدم همه رو. 1 با 1 میشه 2، 2 با 1 میشه 3، 1 با 2 میشه 3 و 3 با 3 میشه 6. پس از A به C 4 تا حالت داره و از C به B هم 6 تا حالت داره. جواب در میاد 24. بر فرض مثال حالا بخوایم از روش دوم حلش بکنیم، از آ به C 3 بار باید بره سمت راست و 1 بار باید بیاد به سمت پایین و از C به B هم باید 2 بار بره به سمت راست و 2 بار بیاد به سمت پایین. اینجا میشه 4 فاکتوریل بری 3 فاکتوریل،
ضرب در اینجا میشه 4 فاکتوریال تعداد جاگشت های کل، دو تا آر داریم دو فاکتوریال، دو تا دی داریم دو فاکتوریال، سه فاکتوریال اینجا به خاطر این سه تا آر بی، تیک اول باز میشه 4 و تیک دوم باز در میاد 6، نه در هم دیگه ضرب بشه جواب میشه 24. توی سوالی که دو تیکه میشه روش اول رو من پیشنهاد میکنم، روش بهتری است. و در نهایت توی این جور مدل سوالا که میبینید شکل یکسانی نداره، شکل قرینه ای نداره، حتما از روش اول استفاده بکنید و فقط با نوشتن راهها به جواب برسید، چون ممکنه که اشتباه بکنید. توی سوالم گفته از آ به بی میخوایم بریم، فقط بالا و راست میتونه بره، گفتم این هم عرض اینه که بگه از کوتاه ترین مسیر ممکن بره. برای این کار باز میام عددها رو مینویسیم، 1 1 1 1 1 1 1، جمع 1 با 1 اینجا توی نقطه 2 میشه، جمع 2 با 1 اینجا 3 تشکیل میده، 3 با 1 اینجا 4 میشه، 4 با 1 میشه 5، توی ردیف بعدی مستقیم که بره بالا 2 میشه، 2 با 3 میشه 5، 3 5 با 4 میشه 9، 9 با 5 میشه 14، باز 5 مستقیم فقط یه راه داره، توی اینجا 5 و 9 جمعش میشه 14، 14 و 14 جمعش میشه 28، 14 یه دونه دیگه میره بالا میشه 14 تا، و در نهایت 14 و 28 با هم جمع میشه جواب میشه 42. و توی سوال بعد میاد میگه از آ به ب تو کوتاه‌ترین مسیر ممکن بریم به طوری که اما از کا و ال از خط قرمز کا ال نگذره، یعنی اون خط رو فرض کنیم یه دیوار بسته است از اینجا نمیتونه عبور بکنه. باز روش حلمون به همین صورت میشه، فقط به این خط، به این وسط خطه که میرسیم، تعداد راهایی که از اینجا میگذره صفر میذاریم و نمیتونه از این قسمت بگذره، باید از یک مسیر دیگه بره حتما، یعنی فقط میتونه رو به جلو حرکت بکنه. 4 1 5 5 و 1 میشه 6 اینجا دوباره، جمع 3 با 3 میشه 6، و دقیقاً این نقطه رو انگار که وجود نداره، به طوری که وجود نداره اصلا در نظرش نمیگیریم و اندازه‌های روش رو یادداشت میکنیم، در نهایت جواب سوال میشه 66. برای سوال بعدی اگر توجه بکنید باز میام شروع میکنیم نوشتن، اینجا یه طریق یه طریق یه طریق یه طریق یه طریق، 1 با 1 جمعش میشه 2، دوباره 2 از این طرف، 1 از این طرف جمعش میشه 3، 2 از این ور 1 از این ور جمعش میشه 3، دو تا 3 اینجا به هم برخورد میکنن جمع میشه 6، جمع 3 با 1 توی نقطه میشه 4، و در نهایت جمع 4 با 6 هم میشه 10. تو قسمت گذشته کامل راجع به انتخاب زیرمجموعه آر عضوی از یه مجموعه ان عضوی صحبت کردیم که میگفتیم میشه انتخاب آر از ان به تعدادش هم در میاد ان فاکتوریال ان منهای آر فاکتوریال در آر فاکتوریال. حالا اینجا یک مجموعه 7 عضوی دارم که باید ازش 3 تا عضو انتخاب بکنم، چون تعداد زیرمجموعه 3 عضوی رو میخواد، میشه 7 فاکتوریال به روی 3 فاکتوریال در 4 فاکتوریال. واسه حساب کردن این دو تا بزرگا رو اول ساده میکنم، 7 ضرب در 6 ضرب در 5 باقی میمونه، که ضرب در 4 فاکتوریال داره که 4 فاکتوریالش با هم ساده میشن، و 3 فاکتوریال هم مقدارش برابر 6، اینا با هم دیگه ساده میشه، 4 فاکتوریال هم به همین صورت در میاد 35. توی سوال بعدی میگه که تعداد زیر مجموعه های دو عضوی، خب دو عضوی میشه انتخاب 2 از 7 که 2 از 7 میشه 7 فاکتوریال به روی 2 فاکتوریال در 5 فاکتوریال، 7 فاکتوریال 5 فاکتوریال ساده میشه 7 ضرب در 6 میمونه، 2 فاکتوریال هم که 2، 2 با 6 ساده میشه میشه 3، جواب در میاد 21. توی قسمت قبل یه خاطر داشته باشید گفتیم تعداد زیرمجموعه یه مجموعه n و z دو به توان n، اینجا تعداد کل زیرمجموعهاشو پرسیده، 7 عضو داره، تعدادش میشه 2 به توان 7. میگه تعداد زیرمجموعهمون حداقل 3 عضوی باشه. تعداد کل مجموعه رو توی سوال قسمت قبل حساب کردیم، 2 به توان 7 میشه 2 به توان 7 مقدارش 128. منهای 2 عضوی میشه انتخاب 2 تا از 7، یک عضوی ها میشه من انتخاب یکی از 7، و راجع به صفر عضوی ها ما هم صحبت کردیم، هر مجموعه توهی زیر مجموعهش حساب میشه و صفر از 7 در نظر میگیریم، انتخاب صفر از 7 هم برابر 1، یک از n انتخابش توی هر زیر مجموعه برابر 7 هستش، و 2 از 7 هم که توی قسمت قبل حساب کردیم شد 21. مجموع این سه تا عدد میشه منفی 29، 128 دلار از منفی 29 رو کم بکنیم جواب در میاد 99. تو قسمت بعد میگه ماکسیموم سه تا عضو داشته باشه زیر مجموعه هم، پس میشه صفر عضویا که هست صفر از 7 یعنی همون توهیه، به علاوه یک عضویا 1 از 7، به علاوه دو عضویا که میشه 2 از 7، به علاوه سه عضویا که میشه 3 از 7. صفر از 7 که گفتیم 1، 1 از 7 مقدارش برابر 7، 2 از 7 حساب کردیم 21، و 3 از 7 هم توی سوال قبل حساب کردیم مقدارش هست 35، و در نهایت جمع 29 با 35 هم میشه 66.
قسمت بعدی مجموعه آ تعریف کرده، 8 عضو. توی قسمت اول میپرسه که عضو آ حتما وجود داشته باشه. اینجا من با یه مثال ساده بخوام حل بکنم، اعضا رو اگه در نظر بگیرید، هر کدوم از اعضا دو حالت داره واسه اینکه توی زیر مجموعه ما قرار بگیره، یا آ تو زیر مجموعه ما هست یا نیست. اینجا تو سوال گفته حتما باید باشه، پس یه حالت داره. بعدی ب که ب هم گفتیم یا هست یا نیست، دو حالت داره و همینجور تا انتها تمام اعضایی که میبینید دو حالت واسه وجودشون توی زیر مجموعه ما وجود داره، یا وجود دارن یا وجود ندارن. اگر بر فرض مثال همشون وجود داشته باشه، زیر مجموعه ما میشه زیر مجموعه 8 عضوی. اگه فقط 4 تاش وجود داشته باشه میشه 4 عضوی. به این طریق کل حالت ها رو میتونیم حساب بکنیم، بین همشون هم ضرب قرار داره چون داریم حالت های و شکلش رو بررسی میکنیم. میشه 1 در 2 به توان 7 که میشه 2 به توان 7. باز توی قسمت بعدی اگر توجه بکنید گفته آ نباشه، باز برای آ یه حالت وجود داره، یعنی اینجا باز می‌نویسم یه حالت، و واسه بقیه همه اینا دو حالت وجود داره. باز این سوال قبلی میشه 1 در 2 به توان 7. تو قسمت بعدی میگه آ باشه ب نباشه. آ و ب رو در نظر بگیرید و 6 تا عضو باقی مانده رو. آ میگه باشه پس یه حالت داره، ب میگه نباشه اونم پس یه حالت داره، و 6 تا عضو بعدی هر کدومشون دو تا حالت دارن، پس میشه 1 در 1 در 2 به توان 6. تو قسمت بعدی میگه هم آ هم ب باشه. باز آ رو ب رو در نظر بگیریم و 6 تا عضو بعدی رو. آ میگه باشه یه حالت داره، ب میگه باشه اون هم یک حالت داره، و تعداد حالت های بقیه واسه 6 تا عضو باقی مانده هر کدوم 2 هستش. باز میشه 1 در 1 در 2 به توان 6. و توی قسمت بعدی باز آ رو ب رو در نظر میگیریم، باز هم 6 تا عضو بقیه رو. آ گفته نباشه یه حالت، به هم گفته نباشه یه حالت، همه اون عضو رو جوشون چیزی نگفته، همشون دو حالت دارن. جواب میشه 2 به توان 6. خب تو قسمت بعدی داره راجع به این صحبت میکنه که یا آ باشه یا ب باشه. خب یه کاری انجام بدیم با آ و ب، بیاین در نظر بگیریم که چند تا زیر مجموعه میشه نوشت. خب حالت اول اینه که فقط آ باشه، حالت بعدی اینه که فقط ب باشه، حالت بعدی اینه که هم آ باشه هم ب باشه، و حالت آخر اینه که هیچ کدومشون نباشن. سوال از ما کدوم یکی از حالت‌ها رو خواسته؟ گفته که حتما یکیشون باشه، یا اومده قرار داده. پس یکی از این سه حالته. حالا در نظر بگیرید هر کدوم از این سه حالت 6 تا عضو باقی مانده داره که هر کدومشون به دو حالت میتونن چیده بشن. پس این حالت واسه خودش 2 به توان 6 حساب میشه. حالت آ هم باز به همین صورت 2 به توان 6 حساب میشه واسه خودش، و واسه ب هم فقط ب باشه 2 به توان 6 حساب میشه. پس توی قسمت اول در نظر گرفتیم آ و ب همزمان باشن، توی قسمت بعدی گفتیم فقط آ باشه، و توی قسمت بعدی گفتیم فقط ب باشه، و بین همه اینها یا قرار میگیره چون نمیتونن همزمان با هم برقرار باشن، پس میشه ضرب 3 در 2 به توان 6. توی قسمت بعدی میاد میگه که فقط آ یا فقط ب باشه، یعنی دو تا از حالتهای بالایی در نظر میگرفت. یعنی اینجایی که فقط آ حضور داشت و با اون حالتی که فقط ب حضور داشت، باز 6 تا عضو دیگه میمونن که هنوز تکلیفشون مشخص نشده. واسه جفتشون میتونیم 2 به توان 6 رو در نظر بگیریم. حالت اول که فقط آ باشه میشه 2 به توان 6، حالت بعدی که فقط ب باشه میشه 2 به توان 6. دقت کنید اینجا وقتی میگم فقط آ یعنی ب وجود نداره، و توی پایینی هم به همین صورت وقتی میگم فقط ب یعنی آ وجود نداره. حالت اینکه دو تاش هم وجود نداشته باشه امکان نداره، یا دو تاش هم با هم باشه باز هم امکان نداره به خاطر وجود یادا. این دوتا رو با هم دیگه که جمع بکنیم جوابش میشه 2 در 2 به توان 6، پایه یکی توان رو با هم جمع میکنیم میشه 2 به توان 7. توی سوال بعدی اومده یه مجموعه 9 عضوی به ما داده و تعداد زیر مجموعه 4 عضویش رو خواسته در صورت اینکه آ توش وجود داشته باشه. آ اومده وجود داشته، پس من باید 3 تا عضو دیگه انتخاب بکنم. توی زیر مجموعه ترتیب اهمیتی نداره، یعنی زیر مجموعه آب با زیر مجموعه ب آ یکی هستش، پس کافیه که 3 تا عضو از 8 تا عضو باقی مانده انتخاب بکنم. میشه انتخاب 3 از 8، اینو می‌خواستم حساب کنم میشه 8 فاکتوریال 3 فاکتوریال 5 فاکتوریال، صورت 8 و 7 و 6 باقی میمونه. 8 فاکتوریال و 5 فاکتوریال رو ساده می‌کنم، 3 فاکتوریال هم که مقدارش 6 هست با هم ساده میشه، جواب میشه 56. میگه آ وجود نداشته باشه، 9 تا عضو داره، یکیشو میگه حذف کن، 8 تا عضو باقی میمونه که از این 8 تا عضو باید 4 تاشو انتخاب بکنه. میشه انتخاب 4 از 8 که میشه 8 فاکتوریال بده 4 فاکتوریال در 4 فاکتوریال. 8 فاکتوریال رو با 4 فاکتوریال ساده بکنم میشه 8 در 7 در 6 در 5
به روی 4 در 3 در 2 در 1 3 و 2 با هم 6 میشه، با این 6 ساده میشه، 4 با 8 ساده میشه، میشه 2 2 در 5 10 در 7 میشه 7. تو قسمت بعدی میگه آ هست، پس از اون زیر مجموعه 4 و زیر من یکیشو انتخاب کرده، میگه به وجود نداره. آ که هست از 9 تا عضو یکیش رفت مون 8 تا، به هم گفته نیست پس 7 تا عضو باقی میمونه و 3 تا جای خالی، پس میشه انتخاب 3 از 7 که این جای خالی رو بتونیم پر بکنیم. باز میشه 7 فاکتوریال به 3 فاکتوریال تقسیم بر 4 فاکتوریال که 7 فاکتوریال رو با 4 فاکتوریال ساده میکنم، 7 در 6 در 5 باقی میمونه، 3 فاکتوریال هم مقدار 6ه، 6 با هم ساده میشه، جواب میشه 35. قسمت بعدی میگه که آ و ب با هم وجود دارن، یعنی دو تا عضو الان انتخاب شده از 4 تا عضوی که قرار بود انتخاب بشه واسه این زیر مجموعه 4 عضویمون، از 9 تا عضومون دو تاش رفت 7 تاش باقی موند، از این 7 تا قرار دو تاشو تو این جای خالی انتخاب کنیم، میشه انتخاب 2 از 7، یعنی 7 در 6 به روی 2، جواب میشه 21، 2 با 6 ساده میشه میشه 3 و 3 7 میشه 21. توی قسمت بعدی میگه آ و ب نیستن، ما 9 تا عضو داشتیم، دو تاشو اومده حذف کرده، گفته 7 تا عضو داریم، از این 7 تا باید 4 تاش رو انتخاب بکنیم، میشه انتخاب 4 از 7، 7 فاکتوریال به روی 4 فاکتوریال در 3 فاکتوریال، 4 فاکتوریال با 7 فاکتوریال ساده میشه، 7 در 6 در 5 باقی میمونه، 3 فاکتوریال هم مقدار 6 ساده میشه، جواب در میاد 35. توی قسمت بعدی میگه آ یا بی باشه، باز مثل تیکه قبلی گفتیم هم آ باشه هم بی باشه، فقط آ وجود داشته باشه و بی وجود نداشته باشه، فقط بی وجود داشته باشه و آ وجود نداشته باشه. واسه حالت اول دو تا عضو میمونه، از 7 تا عضو چون دو تاش انتخاب شده میشه انتخاب 2 از 7، انتخاب 2 از 7 میشه 21 حساب کردیم. توی بعدی میگه آ باشه ب نباشه، 3 تا جا میمونه واسمون، باز از 7 تا عضو میشه انتخاب 3 از 7 که جمعش باز میشه 35 تا حساب کردیم. توی بعدی هم دقیقاً این قضیه، 3 تا بیش انتخاب شده آش نشده و 7 تا عضو باز باقی میمونه، میشه انتخاب 3 از 7 که اونم میشه 35. بین اینا یا قرار داره چون همزمان با هم نمیتونن اتفاق بیفتن، جمع 35 و 35 70 با 21 جمعش در میاد 91. و توی قسمت بعدی میگه یا آ باشه یا ب باشه، پس حالتی که وجود داره یا آ هست ب نیسته که تو بالا حساب کردیم میشه 35 تا، یا آ نیست و ب هسته چون گفته یادا، وقتی یادا داره استفاده میکنه فقط یکیشون باید حضور داشته باشه، نمیتونن همزمان با هم باشن، نمیتونن همزمان با هم نباشن، که این هم حساب کردیم بالا 35، جمع این دوتا برابر 70. دقت کنید باز بین اینا یا قرار داره چون همزمان نمیتونن اتفاق بیفتن و از اصل جمع باید استفاده کنید. میگه از یه گروه 10 نفری 3 تا نفر رو چجوری میشه انتخاب کرد؟ خیلی راحت، میگیم انتخاب 3 از 10، از 10 نفر آدم 3 تاشون رو بخوایم انتخاب کنیم واسه یه گروه که ترتیب هم اهمیت نداره، میشه 10 فاکتوریال به روی 3 فاکتوریال به روی 10 منهای 3 فاکتوریال که میشه 7 فاکتوریال، عددای بزرگ و قرار شد با هم ساده کنیم، 10 و 9 و 8 میمونه، به روی 3 ضرب در 2، 3 با 9 ساده میشه میشه 3، 2 با 8 ساده میشه میشه 4، 4 در 3 12، 1 صفر میذارم جلوش میشه 120. در سوال بعدی میاد میگه که 7 تا قلم داریم، دو تاشو میخوایم انتخاب بکنیم، فقط حواستون باشه گفته فارکلی، اگه میگفت عین همان جواب میشد 1، ولی چون گفته متفاوتی شکل داره باید متفاوت در نظر بگیریم، میشه انتخاب 2 از 7 که حساب کردیم تو سوال قبلی میشه 21. تو قسمت بعدی دقت کن گفت آینی، وقتی میگه آینی یعنی دقیقاً عین همه، حالا هر چند تا که میخواد انتخاب کنه، اینا عین همه، هیچ تفاوتی با هم نداره، هر چند تایی که بپرسه جوابش در میاد 1. توی سوال بعدی میگه از مجموع اعداد 1 تا 6 میخوایم یک عدد 3 رقمی انتخاب بکنیم و اینا رو به ترتیبی قرار بدیم که صدگان از دهگان از یکان بزرگتر باشه. من بدون توجه به فرض مسئله میام میگم 3 تا عدد رو انتخاب میکنم، میشه انتخاب 3 از 6، اینم میام مثلا حسابش میکنم 6 فاکتوریال به روی 3 فاکتوریال به روی 3 فاکتوریال، 6 در 5 در 4 میشه با 3 فاکتوریال ساده میکنم 6 فاکتوریال رو، خود 3 فاکتوریال هم که 6 بود 6 با 6 ساده میشه، جواب میشه 20. حالا خوب دقت کنید، فرض کنید 3 تا عدد دلخواه انتخاب میکنم 1 و 4 و 6، اینها همشون یه حالتی داره که یکیش از همه بزرگتره، عدد 6 رو اول قرار میدم، بعد از اون 4 و بعد از اون 1، هیچ حالت دیگه ای واسه عدد 3 رقمی وجود نداره که این شرط مسئله رو
برقرار بکنه. به همین علت میگم واسه هر عددی که سه تا عددی که انتخاب کنم فقط یه حالت سه رقمی وجود داره که صدگان از دهگان از یکان بزرگتر باشه، پس تعداد جوابای من میشه تعدادش برابر تعداد حالتی که میتونم سه تا عدد از این 6 تایی انتخاب بکنم و انتخاب 3 از 6 میشه جواب در میاد 20. 4 تا پسر و 6 تا دختر یه گروه تشکیل دادن، میخوایم 3 نفر از این گروه رو انتخاب بکنیم. خب 10 تا آدم داریم، 3 تاشو میخوایم انتخاب کنیم، میشه انتخاب 3 از 3 از 10 میشه 10 فاکتوریال به روی 3 فاکتوریال به روی 10 منهای 3 فاکتوریال که همون 7 فاکتوریاله، میشه 10 ضرب در 9 ضرب در 8، 10 فاکتوریال با 7 فاکتوریال ساده میشه 3 فاکتوریال هم 3 در 2 می‌نویسم، 3 با 9 ساده میشه میشه 3، 2 با 8 میشه 4، 4 3 تا 12، جواب در میاد 120. میگه یک گروه 3 نفری میخوام انتخاب بکنم که حداقل یک پسر بین اونا وجود داشته باشه. توی حالت اول فرض میکنم که فقط یک پسر وجود داشته باشه، به علاوه حالت بعدی 2 تا پسر و در نهایت حالت آخر هر سه تا عضو گروه رو از بین پسر انتخاب میکنم. حالا به این صورت انتخاب میکنم، اول از همه یه پسر، وقتی یه پسر انتخاب میشه 2 تا جا میمونه که باید به تبع دختر باشن، میشه انتخاب یک پسر از گروه 4 نفره پسرها در 2 تا، در انتخاب 2 نفر دختر از گروه 6 نفره دخترها که انتخاب 1 از 4 4 و انتخاب 2 از 6 15 هستش، 4 ضرب در 15 میشه 60. بله، تو حالت بعدی قراره 2 تا پسر انتخاب بکنم، از گروه 4 نفره پسرها 2 از 4، یه دخترم از گروه 6 نفره 1 از 6 و در حالت آخر هر سه تا پسر از گروه 4 نفره پسرها انتخاب میکنم، 2 از 4 میشه 6، 1 از 6 هم میشه 6، مقدارش 36 و 3 از 4 هم دقیقاً برابر 4 میشه، 4 با 36 مقدارش برابر 40 و 40 باشه برابر 100 خواهد شد. توی سوال بعدی میگه از بین 4 تا وکیل 5 تا دکتر و 3 تا معلم میخوام 2 تا آدم رو انتخاب بکنیم، تعداد مجموع همه آدم هامون برابر 12 هست که 2 تا شو باید انتخاب کنیم، میشه انتخاب 2 از 12 که میشه 12 فاکتوریال به 2 فاکتوریال در 10 فاکتوریال، 12 فاکتوریال و 10 فاکتوریال با هم ساده میکنم، 12 ضرب در 11 به 2 میمونه، 2 با 12 ساده میشه میشه 6، جواب 66. تو قسمت بعدی میاد میگه که میخوام 5 نفر انتخاب کنیم به شرط اینکه از هر شغل حتما یه آدم انتخاب بشه. تعداد وکیلامون 4 تا است، یکیشون حتما باید انتخاب بشه، میشه انتخاب 1 از 4. تعداد دکترامون 5 تا است، یکیشون باید حتما انتخاب بشه، میشه 1 از 5. تعداد معلمامون 3 تا است، یکیشون باید انتخاب بشه، میشه 1 از 3. از 12 تا آدمی که داریم 3 تا انتخاب شده، 9 تا آدم باقی میمونه. از گروه 5 نفره که می‌خواستیم 3 تاش انتخاب شده، 2 تا میمونه. پس از این 9 تا کافیه 2 تا انتخاب بکنم تا گروه تکمیل بشه. 1 از 4 4، 1 از 5 5، 1 از 3 مقدارش برابر 3 میشه، 2 از 9 مقدارش برابر 36 میشه، ضرب همه اینا در نهایت میشه 2160. تو قسمت بعدی میگه 3 نفر می‌خوایم انتخاب کنیم که حداقل یک وکیل در بین اونها قرار بگیره. 3 نفر میخوام انتخاب کنم. تو حالت اول میگم یه وکیل قرار بگیره. تو حالت دوم میگم 2 تا وکیل و در نهایت تو حالت سوم میگم 3 تا وکیل قرار بگیره. واسه حساب کردن حالت اول که یه وکیله، از بین 4 تا وکیل یکیشو انتخاب میکنم. میمونه 2 تا آدم دیگر رو انتخاب بکنم. این 2 تا آدم دیگر رو بعد از بین معلم‌ها و دکترها انتخاب بکنم که تعدادش 8 تا میشه انتخاب 2 از 8. تو حالت بعدی 2 تا وکیل باید باشه، میشه 2 از 4 تا وکیل انتخاب میکنم و از 8 تا دکتر و معلم باقی مونده باید یکیشو انتخاب کنم و در نهایت تو حالت آخر هر سه تا رو از وکیل انتخاب میکنم. 4 ضرب در 28 به علاوه انتخاب 2 از 4 میشه 6 ضرب در 8 و در نهایت انتخاب 3 از 4 هم برابر 4 خواهد بود. در نهایت جواب ما در میاد 164. و سوال آخر این قسمت میگه 10 نفر آدم داریم، 4 تاشون سینما 6 تاشون تئاتر میخوام برن، به چند حالت مختلف میتونم این کار رو انجام بدم؟ کافیه که یه گروه رو مشخص کنیم، گروه دیگه ناخودآگاه مشخص میشه. من میام اونایی که میخوام برن سینما رو مشخص میکنم، میگم 4 نفر از 10 نفر رو انتخاب میکنم که برن سینما، هر چی باقی مون دیگه باید برن حتما تئاتر. پس کل حالت ما میشه 4 از 10 که محاسبش میشه 10 فاکتوریال به روی 4 فاکتوریال ضرب در 6 فاکتوریال، 10 با 6
ساده میشه، میشه 10 در 9 در 8 در 7 و 4 فاکتوریال میشه 4 در 3 در 2 در 1. 4 در 2 میشه 8 ساده میکنیم، 3 رم با 9 ساده میکنیم میشه 3، 3 در 7 میشه 21، 1 صفر رم میذاریم دروش میشه 210. دوستان عزیزم، این قسمت از بخش ترکیبیات هم تموم شد. توی قسمت بعد قسمت باقی مونده از این بخش رو با هم میگیم و این فصل رو تموم میکنیم. امیدوارم انرژیاتون نیفتاده باشه و با قدرت به درس خوندن ادامه بدید. واسه همتون آرزوی موفقیت دارم.